داستان این فیلم برداشتی آزاد از یک واقعه مهم تاریخی است. نام اشخاص و مکانها در برخی موارد تغییر کرده است. خدا شاه میهن به فرموده و طبق حکم دادگاه نظامی، سرهنگ مخلوع فرامرز تکین به جرم خیانت به کشور و شاهنشاه محکوم به اعدام گردیده. حکم صادره با حضور نماینده مستقیم سپاه ارتش اجرا می‌گردد. جوخه به فرمان من آماده. به زانو. هدف نفر مقابل. به جرم خیانت به کشور و شاهنشاه محکوم به اعدام و 10 نفر از افسران متخلف و جاسوس وابسته به اتحاد جماهیر شوروی به حبس ابد و کار اجباری محکوم شدند. علاوه بر این پاکسازی گسترده در ارتش، طی جلسه‌ای که دیشب با حضور سپهبد زاهدی و نمایندگانی از ایالات متحده آمریکا برگزار گردید، قرار شد طرحی تهیه شود که به موجب آن ارتش ایران به تدریج از وجود عناصر نامطلوب پاکسازی شود. در این جلسه مهم، دولت آمریکا کمک 600 میلیون دلاری اقتصادی و نظامی به ایران را تا سال 1340 تضمین نمود. ایالات متحده آمریکا که طی دو جنگ جهانی همواره به دنبال ایجاد روابط گسترده با ایران بوده است،
حضور شرکت‌های الو جام سرنگ تکین. بله خودم هستم. از دفتر نخست وزیری تماس میگیرم. موضوع مهمی است که تیمسار زاهدی میخوان شخصا شما رو ببینه. کی؟ همین از صبح. بله اطاعت میشه. همونطور که میدونی بعد از جنگ جهانی دوم رؤسای سه کشور آمریکا، انگلیس و شوروی برای مذاکره به تهران اومدن. تو این نشست مقرر شد سه کشور جهت استفاده از راهن و تأسیسات حمل و نقل در ایران و همینطور استفاده از قلعه و آذوقه در زمان اشغال خساراتی رو با ما پرداخت کنند. تو این کنفرانس دولت شوروی موظف شد 60% از بدهیش رو در قالب 11 تن و 196 کیلو و 703 گرم طلا، اونم طلای خالص، به صورت شمش و 40% باقی مانده‌اش هم به صورت دلار آمریکا به بانک ملی ایران واریز کنه. اما هیچ کدوم از این کشورها تا این لحظه خسارتی رو به ما پرداخت نکردن. اگرم می‌خواستم پرداخت کنم والا حضرت اشرف نمی‌ذاشت، چون با مصدق دچار مشکل شده بود. و حضرت عالی بنده رو هزار فرمودید که به عنوان نماینده دولت برای سرداد اون طلاها به کشور شوراها برم. درست حد زدم قربان؟ میدونی سرهنگ تو یه عیب داری حسن. حسنت اینه که باهوشی. مسئله بیره که دیگران در عرض یه سال خرفهم نمیشن، تو در عرض یک دقیقه شیر فهمی. عیبت هم اینه که بازم باهوشی. بس لگت پرونی تو جوهرته که بخوای که نخوای. یه نصیحتی بهت میکنم سرهنگ، هیچ وقت به من لگت نپرون. این حکم ماموریتته، باید بری موسکو به عنوان نماینده تامد اختیار دولت. طلاها رو تمام و کمال تحویل میگیری، برمیگردی ایران. خوب حواستو جمع کن، تو این ماموریت چند نفر همراهتن؟ نماینده دربارم هست، ولی رئیس توی. بگیرش. متشکرم قربان. فقط میتونم بپرسم چرا من؟ چون زرنگی، باهوشی، میهن پرستی، به هیچ کس و هیچ کجا وابسته نیستی. گذشته از همه اینها من فقط به تو اعتماد دارم سرهنگ. مرخصی. سرهنگ 11 تن طلای خالص خیلی ها رو به جرأت میندازه. دلم میخواد حتی یه ثانیه هم چشم از اون طلاها بر نداری. آمریکایی وارد ایران شدن. روزنامه خبرای امروز رو بخونیم. روزنامه غرامت جنگ جهانی به دولت ایران پرداخت میشه. بفرمایید خبرای داغ امروز رو بخونیم. روزنامه استرداد طلای ایران. جناب سرهنگ یه روزنامه بخریم، خبرای مهمی توشه. غرامت جنگ جهانی، استرداد طلای ایران. یه روزنامه بخریم. سفر به خیر سرهنگ. بهتر قبل از رفتن حرفای منم بشنم. هوشیار. سر منو. تو سربازی، سرت بالا خودت میده. اما من سفت سرمو چسبیدم. من سیاسی هم. شما جز حرف مفتزن طالب برای مردم چی داشتین ها؟ نه پشت مصدق ایستادین نه پشت فاطمی. سیاسی یعنی که پشت سر هیچ کس نباشیم. آره این سیاسیه. خیلی مونده بفهمی کی پشت کیه یا ما کدوم طرفیم.
تو فکری سیاسی این اسمایی که میبری؟ احمد جان من این چیزا رو خیلی بهتر از تو میفهمم. ولی بذار اول کار سنگامونو با هم دیگه وا بکنیم. من یه نظامی هستم و به هیچ حزب یا دسته سیاسی وابستگی ندارم. روشنه؟ اگه تموندهی رفاقت نبود، اگر به خاطر پیوندمون نبود، اگر به خاطر پدرت نبود، من به گور پدرم میخندیدم. با یه آدم نظامی قرار پنهونی بذارم، بعد بهش بگم از دستور موافق سرپیچی کن. نگوسه ببینم. چی گفتی الان؟ از دستور موافق سرپیچی کردن یعنی چی؟ تصویه تو ارتش تموم نشده، فقط شکلش عوض شده. جون تو بردار در رو. خون به پا کردی، خون بهاش شده در جایی که زدن رو شونه هات. اما این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، میکشنه. حالا که دارم فکر میکنم میبینم تو درست میگی. اگه این مملکت صاحب درست حسابی داشت، اطلاعات طبقه بندی شدی ارتش نباید دست همسال تو باشه. جنگ دو طرف است. اونا تو ما سرباز دارن، ما هم تو اونا. ولی تو مواظب باش رفیق من، بدون زره نرام جان. من وقت برای شنیدن این مزخرفات ندارم. بهم بگو دردت چیه، حرف حسابت چیه، حرف آخرتو بهم بزن. گوش میکنی؟ اونش دیگه به خودم مربوطه. به این ماموریت نرو. چرا نمیفهمی؟ من یه نظامی ام، باید به موافقم احترام بذارم و بهش اعتماد داشته باشم. باشه برو دندت نرم، اما با من در تماس باش، کمکت میکنم. با در تماس باش. ببین با این اوضاع حالا دیگه میتونم با اطمینان بهت بگم اون 2000 نسب فامیلی رو هم که با هم داشتیم تو به باد دادی. از این به بعد تو کار خودتو بکن، منم راه خودمو میرم. من متاسفم رفیقم، شدی یه وسیله برای غارت هستی مردم. منم برای تو متاسفم که فکر میکنی با این شعارهای مفت سیاسی میتونی حقوق این ملت رو اعاده کنی. وقت کردی نگاهی به این خیابونا بنداز، وضعیت مردم رو ببین. نه نه بلش کن، سخته، بشین همینجا شعار بده. فرامرز به هیچ کس اطمینان نکن. قبول باشی مادر. قبول حق باشی پسرم. واسه مسافره هم دعا میکنی؟ چیه؟ بازم مسافری؟ تو که تازه از ماموریت برگشت. قصهش مفصله مادر، ولی این دفعه ماموریت خیلی ویژه است. ویژه؟ بهتون قول میدم هیچ اتفاقی نمیفته. الان مونم خدمتتون که برام دعا کنین. مگه جز این کار دیگه یه دست ما بر بیا. الهی من قربونتون برم. از ماموریت که برگشتم حتما میام دست بوستون. مادر جان برم نگاه کن. حالا بخیر. حواستو جمع کن، تو این ماموریت تنها نیستی، چند نفر دیگه هم باهات میان. این پرونده کساییه که تو این ماموریت همراهت هستن. پرویز پیرانی، نماینده بانک ملی و سازمان نشر اسکناس. تو کارش مهارت داره، متخصص عیارسنجی طلاست. آدم ساده ایه ولی کارشو خوب بلده. بهروز ریاهی، نماینده وزارت امور خارجه. فرانسه و انگلیسی رو خوب حرف میزنه، تمام زندگیشو تو اروپا گذرونده. برای خودش یه پا دونجوانه. بهرام کابوسی، نماینده ویژه دربار، مرموز و باهوشه. دومش به دربار وصله و هر جا بوی پول بیاد سر و کلش پیدا میشه. خوب مراقبش باش. اما غزال گورانی، این یکی یه پرنده مهاجره، نه سر پیازه نه ته پیاز. دیلماج شماست، بیشتر تو خودشه. یه صدفان بیچاره که به نظامی‌ها روسی درس میده.
5 ساله که تو ارتشه و فعلا فقط مترجم شماست. آوازه با آقایون باش که پرنده تو شکار نکنن سرهنگ. سوتوان گورانی، به نظر شما مسکو زیباتره یا پاریس؟ من پاریسو ندیدم، اما مسکو شهر قشنگیه. میدونید آقایون، دلم بخواد تو این لحظه آنست باشم و اعتراف کنم که چقدر خوشحالم به توصیه پدرم گوش نکردم و زبان روسی رو یاد نگرفتم. من از همسفر شدن با شما بسیار مفتخرم. من با کمال میل حاضرم در محضر شما شاگردی کنم و زبان روسی رو یاد بگیرم. این افتخار رو به بنده میدید؟ جواب ندادید سوتوان. این افتخار رو داره؟ جناب ریاهی، تصور میکنم زبان مادری هم بتونه کار شما رو را بندازه. بهتره همسفرهای خوبی برای همدیگه باشیم آقا. سرهنگ استانوف به شما خوش آمد. منم از آشنایی تو خوش آمد. اون توجه راحت باز میکنید سسوامی. رشون Граус, мирно! Спроси, как они долетели, как им погода в Москве? Михан, бедунан, парвозитун бе Москву четвер. Убуд. Спасибо, хорошо. Скажи, что Москва нам понравится. Как принимающая страна, мы обеспечим их безопасность. Подготовили хорошую развлекательную программу. Сарангистанов этминан мидан, ки дар кишвар амнишун бехетун хош мигзаре, ва негаране хичи набошид. Умидварам. Бепорсид, Махмула амадей тахвиле? Он надеется. Скажите, золото готово, как мы договорились? Да, все готово, как было ранее, говорю, на нашем стороне. Миган Хиолитон Рахат Баша, Хамич из Мурата. Открыть двери! بالاخره رسیدیم به کندوی اصل. فقط باید مواظب باشیم زنبوراش نیشمون نزنه. خوبه. آقایان بهتون تبریک میگم. بعد از 14 سال اتفاقی رو که منتظرش بودیم گویا داره میافته. ببخشید. این خیلی خوبه. به نظرم عیارش واقعیه. فوق‌العاده است. بهشون بگید کلیه شمشا بعد از عیارسنجی و شمارش تحویل گرفته میشه. Все слитки должны быть пришитыми, а золото должно быть вещей пробы. Не надо ничего считать и проверять. Мы уже все проверили, сосчитали. Наша страна передает Ирану 11,5 тонн золота самой высокой пробы. میگن نیازی نیست، شمارش قبلا انجام شده. اتحاد جماهیر شوروی رسما به توافقش با دولت ایران عمل میکنه. حرفامو براشون تکرار کنید لطفاً. پولکوونیک نستایوی زدیلیت так как он хочет. Хорошо. Как говорят у нас, доверяй, но проверяй, да? А после этого мы приглашаем вас на торжественный ужин, посвященный этому событию.
میگن مثل این که به ما اعتماد ندارین. به هر حال موافقن، این کار رو انجام میدن و بعد از اون به این مناسبت جشن میگیریم. Юбка в складочку, как писала ты о папу грядочку. Семеновна, раскалится, соловьё твоё заливается. این مأموریت پله پرتاب توی سرک یا با این پرونده به عرش میری، جایی که آرزوی همه عمراست، یا چنان به زمین میزنتت که دیگه نتونی کمر باز کنی. پس خوب چشو کوشتو باز کن. بله، جالبه. مثل اینکه سرمایه سخت خوردین جناب کابوسی. سرمایه اینجا هیتلر رو از پا انداخت، ما که دیگه چی؟ ازتون سوالی دارم. Я хочу спросить. Если вы не довезёте золото домой в Иран, что с вами сделают, а? این محموله طلا اگه به کشورتون نرسه چه بلایی سر شما میاد؟ Будешь чи фейк мегона? А как думаете вы? Я думаю, что вас всех расстреляют. А тебя первого. Я вам эту тирбару не кона. Шутка! Ладно, ладно, не будем говорить о смерти в этот день. Хороший день, а? Хорошая музыка. На будет собрать Марго Бокони. Чити на гирешченов сарай. Тасвия ту артеш. تموم نشده، فقط شکلش عوض شده. جونتو بردار در میکشنت. قربان جسارتن اجازه دارم ازتون خواهش بکنم بنده رو از پذیرش این ماموریت معاف کنید. تو مثل که یادت رفته یه نظامی هستی سارنگ. نظام یعنی اطاعت از مافوق. متوجه هستم قربان. با این حال میخوام از حضورتون استدعا بکنم اگر امکانش از شخص دیگری رو برای انجام این ماموریت جایگزین بفرمایید. نکنه ترسیدی؟ نه، موضوع ترس نیست قربان. راستش مدتیه که درگیر یک مسئله خانوادگی هستم. بیماری مادرم رو خدمتون عرض میکنم. نگران نباش، گزارشش بهم رسیده. اگه لازم باشه برای درمان میفرستمش به بهترین بیمارستانهای اروپا. تو فقط به فکر ماموریتت باش زرنگ. فقط میتونم بپرسم چرا من؟ چون زرنگی، باهوشی، میهن پرستی، به هیچ کس و هیچ کجا وابسته نیستی. قبول کن که تو این ماجرا تو فقط یه تومه. تومه همین. مواظب با شکار نشی سرهنگ.
Не торопитесь. Ваш вылет задерживается. Советую взять вещи и подняться в свои номера. میگن برای حرکت عجله نکنید، فعلا باید مهمون ما باشین. ازشون بپرس دلیلشون چیه؟ причину объясните. Товарищи сказали, погода нелюдная. И, видимо, вам придётся задержаться ещё на неделю. هوا برای پرواز مساعد نیست. میگن یه هفته باید اینجا بمونیم. بابا، مثل اینکه حالا حالا ها موندنی هستیم. یعنی چی حالا حالا ها موندنی هستیم؟ تو تهران منتظرمونه. زیر بار نری جناب سرنگ. من با مقررات آشنا. به نظر میرسه یه کلکی تو کارشون باشه. چند لحظه به من اجازه میدید قربان؟ خانم بهشون بفرمایید این شدنی نیست. بگید دولت شما موظفه همین امروز ما رو با طلاها راهی کنه. تون نرین جناب ریاهی. مگه نشنیدین چی گفت؟ این افسر روسی میگه هوا بده و ما فعلا نمیتونیم پرواز کنیم. یه نگاه به بیرون بندازین. داره برف میاد. جناب کاووسی کاملا صحیح میفرماید. با این برف که نمیشه پرواز کرد. نکنه شما میخواین ما رو به کشتن بدین. من که میدونم مشکل شماست. آقایون بس کنید لطفاً. بهشون بگید ما فردا صبح تحت هر شرایطی پرواز میکنیم. بله قربان. چند لحظه صبر کن جناب سرهنگ. من به عنوان نماینده مستقیم اعلیحضرت با این کار شما موافق نیستم. اینجوری جون ما که هیچی، امنیت محموله هم به خطر میافته. جناب سرهنگ. چی شده؟ یه خبری براتون دارم. چی؟ چه خبری؟ جناب کاووسی میگن قراره با یه هواپیمای روسی بریم تهران. میگن با هواپیمای خودمون نمیریم. معنی این کار چیه؟ من دلم شور میزنه. الو. بله خودم هستم. Еще раз благодарю вас за то, что сегодня состоялась такая встреча. Пожалуйста, минутку. Пожалуйста. Салам, جناب سفیر. Салам, جناب سرنگ. خیلی خوش اومدین. عزیزتون خیلی خوشحال هستم. بفرمایید. متشکرم. قربان اگر اجازه بفرمایید قبل از شروع جلسه چند لحظه وقت شما رو بگیرم. خواهش میکنم. اسمت با. گاسپادر. جانم. راستش قربان من نگرانم دستور حضرت عالی مبنی بر عدم اطلاع دولت از حضور بنده تو این جلسه به منزله تمرد من از دستورات مافوق تلقی بشه. جناب سرنگ من کاملا نگرانی شما را درک میکنم، اما فراموش نکنید که ما در دولت و چه شما در ارتش همه سربازهای اعلیحضرت هستیم. متوجه که هستیم؟ بله ولی میدونم نگرانی این هستی که این آقایون کی هستن. اون که لباس شخصی پوشیده آقای دیمیتری میخائیلکوف نماینده تامل اختیار دولت شورویه. اون آقای نظامی هم ژنرال ولادیمیر نیکوف فرمانده عملیات بخش آسیایی سازمان کاگب است. بفرمایید. الو صدفان خوب گوش کن، میخوام یه قرار خیلی فوری با اون افسر روس برام بذاری. آره همون، فقط بهش تأکید کن تنها باشه.
سرده. خب آقای استانوف، خیلی دوست دارم لهجه فارسی شما رو بشنوم. نمی‌فهمم. ببین لطفاً برای من بازی در نیار. اون شب تو اون مهمونی تو با آقای کاووسی صحبت میکردی و من اینو میدونم که آقای کاووسی یک کلمه هم روسی بلد نیست. چی بهت میگفت؟ پرسیدم چی بهتون میگفت کاووسی؟ خیلی خوب، اگه حرفی برای گفتن نیست من پیاده میشم. بشین فرمانده. درسته، از نم خواست گباش کم کاری کنم. شما هم قبول کردین؟ حدس میزدم. تا اونجایی که من میدونم تو کشور شما شوروی اگر کسی جاسوسی کنه خودش و خانوادش رو اعدام میکنن. مردم شوروی به خطر جنگ و سیاستوه بلشویکو و منشویکو خیلی فکران. دوتا از خخاروی من از گرسنگی مردن. من نمیخوام مثل اونه بمیرم. به خاطر خواهرات خیلی متاسفم. ببین آقای استانوف، ما هر دو سربازیم و حرف هم دیگر خیلی خوب میفهمیم. کاووسی چقدر به شما پیشنهاد کرده؟ به اندازه دستمزد سال که چند روزه ما را گبه تو باشم. من پیشنهاد بهتری برات دارم. میشنوم؟ 11.5 تن طلا رو چجوری میخوای به ایران منتقل کنی؟ فردا شب بدون سرصدا این محموله از بندر مسکو با یک کشتی بزرگ باری روسی به یکی از بنادر شمالی ما ارسال میشه و از اونجا به تهران. چرا این راه طولانی؟ آقای کاووسی، اینجوری به عقل جنم نمیرسه ما داریم چیکار میکنیم. این کار غیر ممکنه. سیستم اطلاعاتی شوروی نمیذاره حتی یه شمش از اون طلا وارد کشتی بشه. در ضمن مگه بدون هماهنگی تهران میشه مسیر انتقال عوض کرد؟ آقای کاووسی، تیمسار زاهدی تلفنی در جریان اهم امور قرار گرفتند. تلفنی؟ از شما بعید جناب سرهنگ. چه تضمینی است که تلفن شما شنود نشده باشه؟ اینجا همه چیز تحت نظره. حتما تا حالا اسم کاگبه به گوشتون خورده. بفرمایید، این یه میکروفونه، همین امروز پیداش کردم. ببین. عجب، یکی شبیه این تو اتاق منم بود. من همون روز اول پیداش کردم. شما هم لازم نیست نگران کاگبه و سرویس امنیتی شوروی باشین، خودم حلش میکنم. شبتون بخیر. دلخور نباشید جناب کاووسی. راستش با اینکه با متد سرهنگ موافق نیستم، ولی به نظرم کار درستی که منظور چیه؟ بالاخره پای غرامت جنگ جهانی در میونه. احتمالاً سرهنگمون ترسیده همون بلایی سر غرامت روسا بیاد که سر غرامت انگلیسیا تو مهمات خونه شیراز اومد. ول کن این حرفا رو. تو اگه سهمی از این طلا داشتی با چیکار میکردی؟ من حتی بهش فکرم نکردم. جدا؟ ولی من باور نمی کنم. مطمئنم همه کسایی که تو این کشتی هن دارن بهش فکر میکنن.
ناخونک چی؟ به اونم فکر نکردی؟ شما دنبال چی هستی؟ من نماینده رسمی و دیپلمات ارشد دولتم جناب کافوسی. ما هممون نماینده دولتیم. دست تو خوندم جناب ریاهی. نقشت چیه؟ من آدم ساده و آنستی هستم جناب کافوسی. آنست؟ خوندن دست من خیلی سخت نیست. شما اگه میتونید دست جناب سرهنگو بخون، جناب آقای شلوک هولمز. دلیلشو به هم بگو، من حرفی ندارم. اون از سفر مسکو که نزش یا آب خوش از گلومو پایین بره، اینم از اینجا. یکی نیست بگه ما تو تهران زن و بچه بیخبر داریم. خانم با شما. آروم باشید جناب پیرانی، خودتونو کنترل کنید. مگه چه اتفاقی افتاد؟ مسخرهشو در آورده مردی که مردک عقده نظامی به کاپیتان کشتی سپرده، هیچ که حق تلگرام زدن نداره. شما نباید راجع به جناب سرهنگ اینطوری حرف بزنید. چی شد بهتون برخورد؟ شما چرا خودتو کاسه داخته از آش کردی؟ یعنی چی جناب پیرانی؟ خواهش میکنم احترام خودتون رو نگه داری. من الان در حال انجام مأموریت هستم، همین. نه بابا، جدی میفرمایی؟ لطفا نگین مأموریت، بفرمایید ماه عسل. ببینم این حرفا رو جلوی خود جناب سرهنگم میزنی؟ پس چی که میزنم؟ فکر کردی ازش میترسم؟ ببین خودش که هیچی، همه جد و آبادش هم بیان، حرف مرد یکی. سلام عرض کردم جناب سرهنگ. من هم میگم جناب سرهنگ بنده خدا. من جناب سرهنگ چشم. چایی داغ حالتون رو جا میگره. چکرم جناب سرهنگ، شما خیال نداریم به خودتون یه استراحتی بدین؟ نه، تا زمانی که به ایران نرسیدیم و این محموله رو تحویل ندادم نمیتونم. یعنی هنوز هم نگرانی؟ آخه دیگه برای چی؟ شما که به همه خواستهاتون رسیدین، نقشهاتون مو به مو انجام شد. نقشه و طرح من مهم نیست ستوان، مهم اینه که بقیه چه فکری تو کله شد. اجازه دارم یه چیزی بپرسم؟ بفرمایید. شما ازدواج کردین؟ من یه سربازم خانم، وقت برای فکر کردن به این چیزا ندارم. سال دیگه نیست؟ نه. بفرمایید. چشم. خیلی خوبه تاوارش. تیخه تیخه. یه تلگراف باید بزنم فوری. کاپیتانت بگو کشتی رو ببره به این آدرس.
Кожевников, крепче вези, крепче его. Ни ваза не разобьется. با تو زیادتر از گلیمت دراز کردی سرهنگ. من نماینده دربارم، داری با دم شیر بازی میکنی. این آخریش بود، ماموریتشون تمومه. این چی کار میکنی صدفان؟ برای چی اومدیم اینجا؟ میخواییم طلاها رو بار قطار کنیم فرقا. دستور مستقیم دارم محموله رو با قطار بفرستم تهران. این دستور از طرف کیه؟ حکم مستقیم سپه بود ظاهر بود. یادشین سریع تر باز کن دستشو.
خسته نباشی جان سرم. کارتون تمام آقا. بله آقا. این آخرین جعبه خدمت شما. بسیار. یه پایین سر آزر آقا. بجو. جان سرم. تمام جعبه ها سعی و سالم ترده شد. آقا الان دیگه میتونیم یه نفس راحت بکشیم. بله خب بفرمایید سواسه چم. بله آقا چشم. جناب سرهنگ، همه چی به نظرم مشکوک میاد. من دلم شور میزنه. تو یه شانس خیلی بزرگ داری سطفان. چطور؟ خیلی چیزها رو نمیدونی و این به نفعت. اگه داشتیم با سیاست مدار جماعت همبازی نمیشدیم. تو حقت این بود که با همون کابوسی بازی میکردی که تا قرون آخر جیبت رفت و روب کنه. مردی که خائن. جناب سرهنگ، که همون همون پیغامی که اون افسر جوون نشونتون داد بعدی ترفیع بودن. نه آقا، تا به تهران نرسیم هیچی مشخص نمیشه. دست برداری جناب سرهنگ، ما دیگه از خطر جستیم. من مطمئنم که به محض رسیدن به تهران و تحویل محموله درجه تشویقی شما و البته سرکار خانم گورانی بهتون تقدیم میشه. من برای هر دوی شما آینده درخشانی رو پیش بینی می‌کنم. آینده سرباز تیر و تفنگه. بقیه‌اش حرف مفته. در ضمن شما هم پاتو از گلیم دراستر نکن شازده. اتفاقی افتاده قربان؟ یه قطار داره ما رو تعقیب می‌کنه. شما چرا به همه چیز مشکوکی سره؟ نیازی به این کار نیست خانم. ما الان تو خاک خودمون هستیم. شما به کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. نمی‌دونستم برای صحبت کردن با افراد گروه هم باید از شما اجازه گرفت. اینجا سربازخونه نیست سرهنگ. نکنه برای قضای حاجت هم باید از شما اجازه بگیرم؟ گفتم خفه شو. ساکت باش، سر جات بشین تا با حرف بزنم. حرف بده، هنوز تو میفهمی احترام خودتم دیگه تا. من گوم ماشین تو نیستم آقا. یه دقیقه تشریف بیارین. آقا خواهش میکنم این اوقات خوشو خراب نکنین. شاید ریاست یه اداره هم به شما داد. ول کن آقا، ریاستو میخوام چیکار؟ بذار تو حال خودم باشه. کجا؟ برای هواخوری هم باید استو اجازه بگیرم. اگر سر جات. گفتم برگرد سر جات.
شد؟ چرا وایستادی؟ بشین! برای چی اومدی اینجا؟ مگه من نگفتم کسی از قطار پیاده نشه؟ اما من با بقیه فرق دارم، میتونم کمک کنم. خب گوش کن دارم بهت میگم، گوش کن، ساکت باش. تو باید بری سمت اون تونل، اونجا میتونی فرار کنی یا خودتو نجات بدی. من مواظب باش. اینجا تنهاتون بذارم، تو خدا اجازه بدین پیشتون بمونم. اسلحه تو بده به من. نه، اون اسلحه رو بده به من لطفا. خیلی هر وقت بهت گفتم بیدیم. خب برو مواظب باش. تیم سارون صدای شما رو نمیشنوه. اگه اجازه بدین بهتر کمی استراحت کنم.
بسیار خوب، فعلا کسی از قضیه بویی نبره. زندانی فرامرز تکین رو آماده کنید برای بازجویی. زمانه غریبیه سرهنگ، تو خیلی خوششانسی که تا حالا زنده موندی. میدونی سرهنگ، من خودم با شکنجه مخالفم، اما از سکوتم متنفرم. میدونی که چی میگم؟ سیگار. حالا بریم سر اصل مطلب، لحظه به لحظه با جزئیات. میشنوم. من اگه حرفی برای گفتن داشتم به بازجوی ارتش میزدم، کم لباسای خودم هم نبه تو. شاید چون اونا هم لباست بودم ملاحظتو کردم، ولی من با اونا فرق دارم. برای همینه که سپردن دست من. منو که میشناسی؟ آره میشناسم. سرگرد خان بابا کابوسی، افسر ویژه اداره خفیه و نماینده سری ارتش بود زاهدی تو هیئت استرداد. پس میدونی که من کیم؟ خیلی خوب، یه بی سر و پا که حالا باید جلو امثال من پا بچسبونه. من گنده تر از تو رو به حرف آوردم تکین، پس سعی نکن با تحقیر منو عصبانی کنی. طلا رو چیکار کردی؟ واسه من رول بازی نکن بی همه چیز. همین روز از این سوراخی میام بیرون و دست همتون رو پیش عالم و آدم رو میکنم. حالا دور پدر تو مردم، منو از یه مش خربتی میترسونی بزمجه؟ این تویی که واسه مردم کوچه و بازار شدی تو پسر؟ اینو بدون، تو حرف نزنی زنده از اینجا بیرونه. آره، حمله به قطار کار ما بود. میخوای بقیه قصر هم بشنوی ها؟ ها؟ پس گوشاتو خوب واکن. آره، دستور تیمسار بود که اون قطار هیچ وقت به تهران نرسه. طبق برنامه طلا رسید به ایستگاه متروکه. با آفرین، کارت عالی بود. خداحافظ آقای آنست. شروع کن. بیا با من بالا. بجام. بیا این پایین وایسا. این جبر بکش بیا. آروم. دو. بعدی زهر زنگر
طلایی در کار نبوده از اول. الان دیگه مثل روز برام روشن، همتون خائنین. دزدی کار من نیست. مطمئنم که کار خودته. اون لقمه واسه دهنت خیلی گنده است. آره، همش زیر سر خودته. نه آمریکایی‌ها زیر بار میرن که آدمشونی، نه انگلیس‌ها. تنهایی کار میکنی؟ دلام از سبا تلاها چی کار کردی ها؟ اگه هم یارو نگفتی دزدی کار شما بوده. خب دز خودتون این دیگه. دز جد داما بشه! چی کار کردی؟ خب چه خبر؟ حرف زد؟ لام تا کام. تمام شب و سینجیمش کردم، ولی هیچی قربان. حاضرم قسم بخورم که کار خودشه، شک ندارم. به من اعتماد کنید، مطمئنم که به حرفش میاد. زیاد مطمئن نباش سرگرد. گزارش اومده اون کسانی که تو قطار کشته شدن جزء مذهبیون بودن و از زندان فرار کردن. اون اگر حرفی برای گفتن داشت گفته بود. وقتت تموم شد. ولی قربان اجازه بفرمایید. ولی نداری. یک گزارش تهیه کنین، پرونده رو ببندین. اون به خیانت متهم شده. تا گندش در نیومده تیربارونش کنید. ولی قربان، تیربارونش کنین. چشم قربان. سلام، صدفان خوشگل ما، بفرمه. با من چی کار داری؟ خبرهای جدید رو تو روزنامه خوندی؟ نه. نوشتن که طلاها به بانک تحویل داده شده. از چرا سرهنگ هنوز تو حبسه؟ چون این خبر جعلیه و هنوز از طلاها خبری نیست. ولی شما که گفتین طلاها پیدا شده. من نگفتم، روزنامه ها نوشتن. البته طبیعیه، دولت نگران آبروی خودشه، واسه همین اعلام شده که طلاها به بانک تحویل داده شده. ولی من میدونم که نشده. نشده؟ نشده. اگه این طور، پس طلاها پیش کی؟ جواب این سوالو فقط یه نفر میدونه. کی؟ جناب سرهنگ فرامرز تکی. من باور نمیکنم. فردا هم اعدامش میکنم. منم نمیتونم جلوی حکم اعدامش رو بگیرم. میشه کاری براش کرد؟ فقط یه راه میمونه. چی؟ اینکه جناب سرهنگ رو از مرگ نجات بدیم. اینجوری تو به سرهنگت میرسی، منم به طلا. خب نظره چیه؟ تو خیلی زرنگی جناب کابوسی. سرهنگ پیشکش خودت. من سهممو از طلاها میخوام. هرچی گیرمون اومد با هم تقسیم میکنیم. بگو، میشنوم. آفرین. حالا برات میگم. فردا صبح سرهنگ تکیم به محل اعدام اعزام میشه. طبق برنامه قبل از اینکه ما به اونجا برسیم، تو باید اونجا آماده باشی. نقشه دقیق رو برات مینویسم.
ماشین عامل زندانی از قبل بمب‌گذاری شده. شرایط برای آزادی سرهنگ آماده است. فقط باید حواست رو جمع کنی و منتظر فرصت مناسب باشی. همین. چرا جونو تو به خاطر من به خطر انداختی؟ خب تو هم یه دفعه همین کارو برای من کردی. تو اصلا از کجا فهمیدی منو دارن کجا میبرن؟ کی میبرن؟ چه جوری دارن میبرن؟ اما اینا رو نمیفهمم. اصلا چی شد که تو یه دفعه جلو راه اونا ثبت شدی؟ انگار تو به منم اعتماد نداری. من دیگه به هیچ کی اعتماد ندارم. نگهدار. خطرناکه. خیلی خوب. به من نگو جناب سرهنگ. تو فکر میکنی من خرم نه؟ مگه ما تو اون ماموریت لعنتی با هم دیگه نبودیم؟ چرا تو رو اعدام نکردن؟ چرا آزادی؟ جواب بده. درجه ستوانی یا سروانی برای شما کمه، درجه سرهنگی برازنده شماست جناب سرهنگ. یه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. برو. لعنت به من، لعنت به تو بیا بگیر. حالا خوب شد؟ آره همینو میخواستی؟ حالا شدم مثل خودت. این از درجه هامونم از زندگیم که نمیدونم چی قراره سرش بیاد. من دنبال تربیه درجه‌ام؟ حالا دیگه هیچی نیستم، نه صدفان نه سرهنگ، هیچی. دیگه تموم شد. تو نباید خودتو قاطی ماجرا میکردی، نباید خودتو به خاطر من به خطر مینداختی. دیگه داری جدن کفرمو در میاری. تو حتی بلد نیستی نقش یه مرد عاشق رو بازی کنی که آدم علکی دلش خوش باشه. اقلن
خنده به لبت نیست. دریغ از یه ذره مهربونی، همیشه قیافت این برج زهرماره. آخه تو اصلا فکر میکنی کی هستی؟ میخوای بدونی چجوری پیدات کردم؟ نقشه فرارتو من نکشیدم، کار اون کابوسی بود. تو درست حد زدی. ماجرا از اون روز نکبتی شروع شد که اون بی همه چیز پاشو گذاشت تو زندانی که من بودم، میخواست ازم حرف بکشه. 10 روز تموم تو انفرادی بودم. با اومدن کابوسی به زندان یه دفعه همه چیز تغییر کرد، آزاد شدم. چند روز بعد با هم تماس گرفت و منو برای شام به یه رستوران دعوت کرد. همونجا بود که نقشه‌شو برام گفت. این همه یه حقیقته. خیلی خب، پس چرا معطلی؟ چهره تلختو به هم نشون بده. اخلاقتو که خوب میشناسم، منتظرم صاف تو چشام نگاه کنی یا همینطور که به هم زل زدی بگی تو نباید خودتو قاطی این ماجرا میکردی. تو نباید خودتو قاطی این ماجرا میکردی. فقط یه آرزو داشتم، دلم پرواز میکرد که هرچی زودتر به تو برسم. اما حالا میخوام یه گله خالی کنم تو مخت. چاره دیگه هم داری؟ احمد! احمد! باز گلی به گوشه جمال خانوم. دیدی صابون تسویه حساب تو ارتش به تن تو هم میخوره جناب سرهنگ؟ ساده ای. حالا دیدی تو کل جریان تومه بودی؟ بهت نگفتم به کسی اطمینان نکن. بس کن دیگه احمد، باز شروع کردی؟ ببین جدا دارم میگم، اگه حضور ما اینجا برات درد سر درست بکنه من میرم. بلاشو کجا؟ صبر کن، کجا رو داری که بری؟ فرامرز همینجا بمون. چیزی شده؟ نگران نباش، اگه لازم باشه برای درمان میفرستمش به بهترین بیمارستانه. تو فقط به فکر مأموریتت باش. داره اینا برگه عبوره دیگه، صلاح نیست شما اینجا بمونی. یکی رو پیدا کردن باید از کشور ببرتتون بیرون. خوبه، حالا باید که اینو ببینیمش. قرار اون تعیین میکنه، آدمشو قرار بفرسته اینجا، منتظر میمونه. خودش به نظرم مشکوکه. خب چرا نمیگه خودش بیاد؟ اینطوری که بهتره.
خاطر که اینجا امن نیست. یعنی چی اگه اینجا امن نیست؟ ما اینجا چی کار میکنیم؟ نگران نباش، من به احمد اطمینان دارم. اما من یکی ندارم. اگه یه وقت لومون بده چی؟ چی داری میگی تو؟ اگر بودم چه کاری میکنه که تا حالا لومون داده بود؟ لطفا صبر کن. واسه چی صبر کنم؟ آخه واسه چی؟ وقت رو تلف نکن، موندن ما بیفایده است. آروم باش، بشین، میخوام یه موضوع خیلی مهمی رو بهت بگم. بشین. چه موضوع مهمی؟ الان هیچی از زندگیمون مهمتر نیست. ازت خواهش میکنم بشین غزال. چیه؟ طلاها. طلاها؟ آره طلاها. تو چی کار کردی سرهنگ؟ تو رو خدا اینجوری بهم نگاه نکن. من فقط کاری رو کردم که بقیه میخواستن انجام بدم و نتونستن، همین. یعنی الان طلاها پیش توه؟ آره. من که به کلی گیج شدم، سردر نمیارم. تموم شد. اینم آدرس. بلند شید به سر وزتون برسید، با هم میریم. بلند شید دیگه. باشید تا منم نگفتم نیاد پایین. برای چی ما رو آورده اینجا؟ بگم صبر داشته باشم به چی معلوم میشه. بازم دارم میگم نباید به این آدم اطمینان میکردیم. احمد، اونجای احمد؟ داری اشتباه میکنی، حتما گذاشته رفته. وای تو رو خدا، بیا از اینجا بریم. برمیگرده. جدا که تو آدم خوشبینی هستی، از کجا معلوم که یه عده اینجا رو محاصره نکرده باشن؟ چه اشتباهی کردیم که همراهش اومدیم؟ دلم حسابی شور میزنه، تو رو خدا بی از اینجا بریم. حالا منم یواش یواش دارم شک میکنم، فکر کنم حق با توه. یه تلس. آره یه تلس. بگیر. این چیه؟ این آدرس تلهاس. ببین غزل، خواهش میکنم کنم برای این طلاها چشمون مرد کردم کور کرده. ببین چی دارم بهت میگم، تو الان باید بری پیش ماشین. هر اتفاقی برای من افتاد سریع اینجا رو ترک میکنی، فهمیدی؟ باید ببینم نقشش چیه. صبر کن، نمیخوام پام به این ماجرا کشیده بشه. من طلا نمیخوام،
من این راهو فقط به هوای تو اومدم. اصلاً برام مهم نیست که اون طلاها الان کجاست. هر جا داری میری منم ببر با خودت. من نمیدونم آخه چرا اینا رو بهم گفتی. الان دیگه تو دنیا فقط به تنها کسی که اعتماد دارم توی غزل. برو. خواهش میکنم. برای چی هنوز اینجایی؟ مگه قرار نبود پیش ماشین منتظر بمونی؟ ها؟ من به شرطی میرم که حقیقت رو تمام و کمال بهم بگی. حق دارم بدونم موضوع این آدرس واقعا چیه؟ یعنی حق ندارم؟ باش، حق با توه. شاید دیگه فرصت نشه بگم. طراحی این نقشه توسط سران دو کشور انجام شد و من مأمور اجرایی اون بودم. هر دو دولت تصمیم گرفتن که باغچه خونه‌شون رو از علف‌های هرز پاک کنن. ناشه правительство считает, что есть вредительские. مقامات دولت‌های ایران و شوروی نگران جریان خرابکاری بودن که بعد از مرگ استالین ممکن بود جلوی انتقال طلاها به ایران رو بگیره. و اگه این اتفاق می‌افتاد روابط دو کشور حسابی تیره و تار می‌شد. یعنی جناب سفیر میخوام بگن که عملیات استرداد انجام نمیشه؟ منظورتون اینه؟ استرداد طبق نظر اعلی حضرت انجام میشه، اما طراحی عملیات جابجایی یا به قول شما نظامی ها عملیات ایزایی به عهده شماست. همه تصمیمات توی سفارت گرفته شد. طبق توافق محموله باید از راه دریا به ایران میرفت. ریسک بزرگی بود و من داشتم یواش یواش به همه چیز شک میکردم. برای من این سوال مطرح بود که هزینه این عملیات پیچیده با کیه؟ دولت ایران. دیگه مطمئن شدم چشم خیلی دنبال اون طلا هست، ولی من بازی رو ادامه دادم. استانوف با کابوسی معامله کرده بود، ولی من به قیمت بیشتری خریدمش. میشنوم. اون شب برای اینکه اعتماد استانوف رو جلب کنم موضوع سفارت و کاگبه رو بهش گفتم، ولی همه رو نگفتم. ازش خواستم بدون اینکه کسی از ماجرا بو ببره یک محموله تقلبی رو که جعبه‌های پر از زغال سنگ بود به همراه طلاهای اصلی سوار کشتی بکنه. مهر و نشان داس و چکش با اون، آرم و پلمب شیر و خورشید با من. نیمه های شب وقتی که به آب‌های ایران رسیدیم، طبق قرار قبلی استانوف طلاهای اصلی رو ریخ توی آب. به این ترتیب محموله تقلبی که زغال سنگ بود توی کشتی موند و بعدم رسید به خاک ایران. پس استانوف هم جای طلاها رو میدونه. فکر اونم کرده بودم. میدونستم که استانوف هم برای خودش نقشه ای داره. همون شب با یک خرابکاری کوچیک خودم رو به کابین هدایت رسوندم. توی فرصت مناسب مختصات محل طلاها رو یادداشت کردم و علائم ثبت کننده رو تغییر دادم. آره غزال، من این ثروت رو به قیمت جونم برای این کشور حفظ کردم، ولی نتیجه چی شد؟ خواستن منو اعدام کنن. اون پاکتی که دستت آدرس دقیق طلاها تو دریاست. تو این طلاها رو دست مردم برسون. مطمئنی کسی دیگه ای از این موضوع خبر نداره؟
هیچ کس. حالیه، خیلی خوبه. نقشه ماهرانه ای بود سرهنگ. جناب سرهنگ، میدونی مردا بدون استثنا در یک مورد نقطه ضعف دارن، اونم جنس مخالفه. ولی من به تو اعتماد کردم. این بزرگترین اشتباه زندگیت بود. خداحافظ جناب سرهنگ. یه نظامی باید بدون اسلحه‌اش، بدون فشنگ چقدر سبکتره. نه صدفان گورانی؟ کجا؟ من زیاد علم و ماشات نیستم، ممکنه هر لحظه شلیک کنم. چرا غزال؟ چرا؟ کاملا درست حد زده بودی احمد، نزدیک بود در مورد این یکی اشتباه کنم. برای کی کار میکردی؟ منو ببخش تکی، نهایت سعیمو کردم که وارد این بازی نشم ولی بیفایده بود. در مقابل اونا اختیاری نداشتم. گرفتاری من از چند سال پیش شروع شد، درست از زمانی که اشرف پهلوی برای دیدار با استالین به مسکو اومد. منظور اصلی اون از سفرش ظاهراً بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان‌های صلیب سرخ در مسکو بود. تو ملاقاتش با استالین تونست رهبر شوروی رو متقاعد کنه تا زمانی که دربار ایران نخواسته هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشه، چون هدف اصلیش از سفر به شوروی تصاحب طلاها بود. استالین هم یه افسر با تجربه و با نفوذ کاگبه رو با اختیارات تام به اون معرفی کرد و اون افسر عالی رتبه کسی نبود جز همین استانوف. در این حال بعد از سقوط مصدق و مرگ استالین قراره اشرف و استانوف هنوز سر جای خودش بود. اون موقع من دانشجوی فوق لیسانس زبان فارسی تو دانشگاه مسکو بودم و فارسی رو مثل زبان مادری صحبت می کردم. استانوف منو با حقوق بالایی به خدمت سازمان کاگبه در آورد. بعدها من با اعمال نفوذ اشرف وارد ارتش شاهنشاهی ایران شدم و منتظر روزی موندم که به عنوان مترجم وارد تیم استرداد بشم. در حقیقت من و اشرف و استانوف شدیم سه ضلعه یک مثلث. بیچاره مردم، همه تون رو دست خورد. اصلا از اول هیچ طلایی تو کشتی روسی نبود. طلاهای اصلی یه جای دیگه ای بود. وقتی شما مثل گرگای گرسنه همدیگر رو تکه پاره می کردید سر هیچ، شمشای طلا با یه قطار از مرز جلفا وارد ایران شد. روزنامه ها شلوغش کردن که طلاها وارد ایران شد و خسارتمون از شوروی گرفت. کدوم خسارت؟ اون طلاها اصلا غرامت جنگ نبود. شاه ایران طلاهای خوشرنگ و با یه قطار دیگه از مرز ترکیه یه راست فرستاد به بانک های سوئیس. نه تکین برنده این بازی بود، نه شما، نه مردم. پایین منتظرتم. پس با این حساب همه ما تو این میونه بازنده بودیم. غم انگیزه. آه جناب سرهنگ، تو هم نتونستی از عهده گرگا بر بیای. من شاید نتونستم گرگا رو بکشم، ولی روباهای زیادی رو شکار کردم. حداقلش اینه که مثل تو به کشورم خیانت نکردم. میدونی غزال، من تو زندگیم به غیر از مادرم به هیچ زنی
مهم نیست. تو دو تا مأموریت داشتی. اول اینکه جای طلاها رو پیدا بکنی. دومی که منو بکشی. الان که طلایی وجود نداره، نه؟ میتونی قسمت دوم مأموریت تو انجام بده. دیگه شک ندارم همه ما قربانی بودیم، قربانی یه بازی کثیف سر ثروت این مردم.